سلام، به برنامه روی خط صدای آمریکا خوش اومدید. دولت اعلام کرده که از سال آینده قیمت حاملان انرژی را افزایش خواهد داد. برق 25% گران شده و بنزین آزاد به 1000 تومان خواهد رسید. این در حالی که دولت آقای روحانی اعلام کرده که میخواد تورم رو مهار کنه و بدون برنامه ریزی برای مهار تورم نمیشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد. به نظر شما این اقدام تورم‌زا نیست؟ روی خط بیاین و نظراتتون رو با ما در میون بذاریم با شماره تلفن 202-692-4360. میتونین شماره تلفن هاتون رو به ما ایمیل کنین تا همکارانم در اتاق فرمان با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با ما همراه باشین. اینستاگرام و توییتر برنامه را هم فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوز همراه مسعود سفیری در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستیم. سلام، من مسعود سفیری هستم با برنامه دیگری از روی خط صدای آمریکا درباره تأثیر افزایش قیمت حاملان انرژی بر زندگی شما. هر سال در اولین ماه سال جدید گرانی از راه میرسه که اما متولیان اقتصادی به اون میگن افزایش قیمت ها. دولت آقای روحانی در اولین بودجه‌ای که تدوین کرده و به تصویب مجلس هم رسیده قیمت حاملان انرژی رو افزایش داده، اما هیچ یک از اونها به حد بنزین در زندگی روزانه مردم تأثیر ندارن. چرا بنزین چنین نقشی در زندگی ما ایفا میکنه؟ آیا اگر شبکه حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کرده بود باز هم بنزین چنین نقشی در زندگی داشت؟ و از همه مهمتر، به نظر شما افزایش قیمت بنزین به کاهش مصرف اون منجر میشه؟ از طریق تلفن، اسکایپ، فیسبوک، توییتر بیاین روی خط صدای آمریکا و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین. اول سری میزنیم به روزیتا در شبکه‌های اجتماعی. تعدادی از سوالاتی رو که مطرح کرده بودیم آقای سفیری خوندن. افزایش قیمت بنزین به نظر شما در زندگیتون چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ فکر میکنین این افزایش میتونه مشوقی باشه برای استفاده از وسایل نقلیه؟ اصلا آیا وسایل نقلیه عمومی در ایران قابل دسترس هست؟ این سوالات رو براتون در فیسبوک برنامه روی خط مطرح کردیم. نظرات متعددی رو هم از شما دریافت کردیم، ولی در چت زنده هم منتظر تماستون هستم. بیاین روی چت زنده برنامه روی خط یا اینکه گوشی تلفنتون رو بردارین، نظراتتون رو با ما در میون بذارین. منتظریم. بله، بنزین در واقع انرژی در زندگی امروز بشر نقش حیاتی ایفا میکنه. حرکت با انرژی آغاز میشه، بنابراین به همین دلیل تأثیر مستقیمی افزایش و کاهش اون، افزایش قیمت و یا کاهش قیمت اون بر زندگی ما داره. علاوه بر اون حتی موجب آلودگی هوا هم میشه، یعنی تبعات دیگه‌ای هم به همراه داره که میشه گفت تبعات در واقع زیست محیطی. اما در این حال نمیشه بدون اون زندگی کرد، هرچند که دنبال انرژی‌های جایگزین در حال حاضر می‌گردن، ولی هنوز بنزین و نفت و نفت و مشتقات نفت یا به عنوان سوخت‌های فسیلی از اونها یاد میشه نقش اساسی رو در زندگی ما بازی می‌کنه. بیاین روی خط و نظرتون رو بگین در مورد این اتفاقی که ممکنه اون طرف سال آثار تورمی به دنبال داشته باشه، هرچند که دولت آقای روحانی در صدد همونجوری که وعده داده در واقع اصلاح حقوق کارمندان رو هم در دست بگیره. گفته شده 20% حقوق کارمند افزایش پیدا خواهد کرد در هفته های آینده. در روزهای منتهی به پایان سال در واقع مذاکره برای افزایش حقوق کارگران هم و یا بهینه سازی حقوق کارگران هم در دستور کار هست. اجازه بدیم با سری بزنیم به روزیتا در شبکه‌های اجتماعی. پرسیده بودیم آیا به نظر شما بالا رفتن قیمت بنزین تورم‌زا نیست؟ مهدی نوشته بنزین گرون بشه، هزینه جابجایی کالا، کرایه ها، همه اینها به تب بالا میره. تبعات این کار باعث افزایش تورم میشه و میگه قیمت بنزین نسبت به تمام دنیا در ایران ارزان‌تره، اما هر افزایش قیمتی نیازمند بسترسازی اقتصادی جامعه داره و میگه درآمد قشر متوسط جامعه مثلا دو سال قبل هستش و اوضاع اقتصادی داره بدتر میشه و متاسفانه این باعث میشه که به قشر آسیب پذیر جامعه خیلی فشار وارد بکنه. محمد هم در جواب مهدی گفته فرایند افزایش مکرر قیمت‌ها و تورم ناشی از اقتصاد بیماره. تا کلیت زیرساخت‌های اقتصادی درمان نشه این روند مخرب ادامه پیدا میکنه و میگه توان جامعه در تحمل افزایش قیمت‌ها محدوده و هر لحظه ممکنه به شرایط بحران برای نظام تبدیل بشه. بله، متشکر. البرز از طریق اسکایپ با ماست از ایران. البرز بفرمایید.
سلام جناب آقای سفیری و خدمت بینندگان هم سلام. یه نکته ای که واقعیتش در مورد بحث افزایش حامل های انرژی بحثش که مطرح میشه، واقعا متاسفانه دولت های قبلی روی این مسئله زیاد بحث به صدا کارشناسی نداشتن و این بحث رو کارشناسانه ادامه ندادن. ما هر سال متاسفانه با این روند به اصطلاح روبرو هستیم که بدون هیچ مطالعه میان و قیمت عامل‌های انرژی رو افزایش میدن و همین باعث شده که تورم متاسفانه روز به روز بیشتر بشه. من یه سوالی که واقعا برام پیش اومده، چجور آقای روحانی از یک طرف میاد دم از کنترل تورم رو میده و از سوی دیگه میخواد به قیمت حامل های انرژی رو بالا ببره که رو همه چیز تأثیر داره؟ شما قیمت حامل های انرژی رو نه فقط قیمت کرایه و ایناست، در هر بخش اقتصادی ما اگه نگاه بکنیم، اگه حامل های انرژی افزایش پیدا کنن رو بخش تولید، رو بخش صنعت، رو بخش کشاورزی ما، حتی رو بخش های بازرگانی ما هم تأثیر داره و این قطعا تورم بسیار بالایی رو دامن خواهد زد و این به اون برنامه هایی که آقای روحانی در برنامه انتخاباتش با وعده هایی که داده واقعا سازگاری نداره. البته البرز، من یه نکته رو خدمتون بگم، در واقع آقای روحانی قانونی رو داره اجرا میکنه که دولت‌های قبل و مجلسین قبل تصویب کردن. در واقع این در راستای هدفمند کردن یارانه هاست، مگر اینکه اصلا هدفمند کردن یارانه ها هم صرف نظر بشه و دیگه یارانه نقدی پرداخت نشه. ببین آقای سفیری، قرار بود هدفمندی یارانه ها با افزایش بخش هایی از به اصطلاح حامل های انرژی، افزایش قیمت اینها، این پول سرازیر بشه به بخش های تولید، به بخش های مختلف اقتصادی و بخشی از این پول هم به عنوان یارانه نقدی به مردم داده بشه. ولی ما عملا دیدیم که به اصطلاح این به اصطلاح برنامه موفق نبود. دور اول تا به اصطلاح دو سال اخیر، یعنی با تحریم هایی که شد و افزایش قیمت دلار، ما عملا دیدیم که واقعیتش، یعنی به نظر شما یارانه های برنامه هدفمندسازی یارانه یا پرداخت یارانه های نقدی برنامه موفقی نبوده؟ ببین در کل شاید دو سال، یک سال اول که قیمت ها تقریبا ثابت بود یه به اصطلاح کمکی بود به مردم، ولی ما افزایش نجومی که در قیمت به اصطلاح دلار داشتیم دیگه عملا این 45 تومن یه چیز ناچیز شد برای مردم. درست. یعنی عملا حتی اون قشر ضعیف جامعه هم که این 45 تومن رو دریافت می‌کردن واقعا به اصطلاح زیاد کمکی بهشون نکرد. البته آقای روحانی واقعیتش باید یه تصمیم جدی بگیره برای بخش‌های مختلف، مثلا این هدفمندی یارانه‌ها، چون تصمیمات آنی و زود گذر و تصمیماتی که تقریبا میخواد به اصطلاح به عنوان مسکن هست نمیتونه دولت روحانی رو کمک کنه و مثلا این تصمیم اخیری که در افزایش حامل های انرژی هست، این در من ببخشید البرز، من میتونم یه سوال کوتاه از شما بپرسم؟ به نظر شما افزایش قیمت بنزین به کاهش مصرف منجر میشه؟ ببینید به کاهش مصرف ممکنه بخشش آره و بخشش نه. بخشی کاهش مصرف رو ممکنه مردم از به خاطر افزایش قیمت حامل های انرژی کمتر مصرف کنن، ولی ببینید مصرف حامل های انرژی فقط به خاطر به اصطلاح گرونی هم نیست، بخش های مختلف و اون به اصطلاح بخش های فرسوده ای که ما در ماشینالات داریم، این عامل افزایش به اصطلاح بحث بنزین هست، افزایش مصرف بنزین. شما میبینید الان امروز در کارخانه های ما داریم که با موتورهای 30-40 سال پیش اینا گازوئیلی کار میکنن، یا کوره های آجرپذیر، یه مثال بسیار ساده ای براتون بزنم. خب اینا وقتی که به روز نشدن، چجور ما انتظار داریم اون تولید کننده مصرفش رو به اصطلاح کاهش بده، در حالی که ما هیچ کمکی به تعویض ماشینالات ما نکرده باشیم. سپاسگزارم البرز از اینکه با ما بودی، با دیدگاهی خودتو به اشتراک گذاشتی و این بحث رو
کمک کرده که ما پیش ببریم. خیلی سپاسگزارم. برمیگردیم به این بحث در شبکه‌های اجتماعی. بهزاد میگه اقتصادی که بر پایه نفت ستونش بنا شده، هر گونه تصمیمی مرتبط با این موضوع میتونه تا حدی مشکل تورمی و عدم ثبات قیمت رو در پی داشته باشه. فری میگه ما که دیگه عادت کردیم با آغاز هر سال نرخ‌ها بالا بره. فرقی هم نداره چه آقای روحانی باشه چه رئیس جمهوری دیگه، تا جمهوری اسلامی هست باید انتظار هر گرونی و تورمی رو داشته باشیم. اما امیر، یکی دیگه از کاربران، میگه تورمی که الان در بازار ایران موجوده قدرت خرید مردم رو شدیداً کاسته. جامعه ایرانی ثابت کرده اثرات روانی گرانی بیشتر از خود گرانی کمر مردم رو خم میکنه. با این اوصاف سال 93 سال بسیار سختیه به نظر امیر و میگه برای مردم خیلی سخت خواهد بود و زمزمه های اعتراض در بین مردم شنیده میشه. آسا میگه راه مهار کردن رو اینها بلد نیستن، مدیریت ندارن و به همین دلیله که نمیتونن تورم رو مهار بکنن. کاربر دیگه ای هم به نام ساسان میگه اسمن تورم مهار میشه ولی رسما افزایش پیدا میکنه. آقای سفیری. بله متشکرم. کمال از تهران با ما، شما روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما جناب سفیری. خواهش میکنم جناب سفیری، من میخواستم بگم که هر گونه افزایش قیمت بازبانیش مجلسه و میخواد با رو در رو قرار دادن دولت با مردم سیاست های مجلس بر اساس گرونی اعمال میشه. دولت هم این وسط میخواد بر علیه اون شعارهای اولیه که داده گام برداره و بگن آقا اینم از اشتباه. چرا همچین فکری میکنیم؟ دقیقاً دولت کلاً یعنی مجری بخشنامه‌ها و قوانین مصوب مجلسه و این به عنوان الان نمونهش آقای هاشمی تشکری معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، ایشون آرمای طرح ترافیک راننده‌های آژانس رو 35% کم کرده و گفته که به اصطلاح آرمای طرح ترافیک رو ما باید هر کس بیاد روزانه دونه 18,000 تومان بخره و باعث شده فردا میخوان همه راننده‌های آژانس جلوی شورای شهر تجمع کنن سر ساعت 10 صبح که به خاطر علامت اعتراض، یعنی راننده آژانسی که هر دونه آرم بیانگر امرار معاشی یک نفره بدون هیچ، یعنی شعار میدن برای آلودگی. من متوجه نشدم، میخواد قیمتش رو کاهش بده؟ نه 35% تعداد آرم، 10,000 تا آرم به اتحادیه آژانس ها می دادن. درست. یه 3,500 تا رو دستور داده کم کنن، گفتن بیایید هر روزانه دونه 18,000 تومان اجباری بخرید که یعنی شما حساب کن یک سال. این خبر اعلام شده؟ نه اصلا الان توی سایت زدن که آقا سهمیه اتحادیه، الان اتحادیه کلن فردا میخوان جلوی شورای شهر خیابون بهشت. اجازه بدین چون ما در واقع من میخوام از برنامه دور نشیم. و ببینید با توجه به این که شما همونجوری که اشاره کردین درگیر برنامه بنزین هستین، شغلتون درگیر اینه، آیا به نظر شما این اقدام تورمزاست؟ شما فلفل زردچوبه را توی ایران الان اعلام کنن گرون شد، فقط حتی اگر گرون هم نشه این اعلامش تأثیر روانی رو تمام اجناس میذاره. یعنی الان بهانه ای هستش برای گرون فروشی. قبلا میگفتن ببینید الان بازاریا میگن آقا ما گرون خریدیم در زمان احمدی نژاد، حتی اگر دلار بیاد پایین چون گرون خریدیم، اینایی که گرون قبلا خریدیم باید گرون بفروشیم، بعدا ارزون اگر به ما جنس دادن ما هم ارزون میفروشیم. یعنی اینا باور بفرمایید چنان تأثیر روانی. ببینید در واقع خود شما الان سال آینده که بنزین گرون بشه چقدر فکر میکنین که افزایش کرایه خواهید داد؟ یعنی الان که آقای رویانیان اومد کل کارت سوختای آژانس ها رو سوزوند، گفت آقا جون راننده های آژانس اصلا از دسته خدمات خارجن و اینا رو کارت های آژانس ها رو سوزوند، سوختشون رو قطع کرد، ماهی 300 لیتر میدادن به آژانسیا قطع کرد. الان ما همین الان کمیسیون 15% میگیریم از راننده ها. باور بفرما الان چنون تاثیر رو کرایه ها گذاشته که یعنی باور بفرمایید چیزی در حدود اگر اینا 20% رو قیمت بنزین بیارن، با توجه به اینکه رو همه چیز قیمت میره بالا
حتی میکانیک، تعویض روغن، همه قیمت کرایه 70% میره بالا به خاطر اینکه جوابگو نیست. خیلی متشکرم کمال. من فقط یک توضیحی رو هم بدم، خبری که کمال در مورد اعتراض صنف آژانسی ها داشتن مورد تایید ما نیست، ما در جایی هم ندیدیم اینو، بنابراین ساعت و سقمش بهشون ارتباط داره. برمیگردیم بعد از یک تنفس کوتاه به شبکه‌های اجتماعی با روزی. اجازه بدین که یک تنفس کوتاه داشته باشیم. اما وضعیت بنزین در ایران چیه؟ یعنی در واقع سرانه مصرف بنزین، میزان تولیدی بنزین، آینده و دورنمای بنزین چیه؟ البته ما در مورد حاملان انرژی صحبت می‌کنیم، چون بنزین بسیار نقش اساسی داره به عنوان عامل مهم، در واقع شاخص مهم به صورت استاندارد در نظر گرفته شده. در سال 1300 مرکز پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک که آقای روحانی ریاست اون رو قبل از انتخابات به عهده داشتن، در سال 1385 یک تحقیقاتی انجام داده به عنوان دورنما یا افق چشم‌انداز بنزین تا سال 1405 و پیش بینی کرده با این تاکید که مصرف بنزین بالا خواهد رفت در ایران. اما چه شاخصهایی مورد نظر قرار گرفته و این در این وجود داره؟ در سال 1154 یعنی تقریبا 30 سال قبل از این تحقیق، مصرف بنزین در ایران و ترکیه با هم برابر بوده، در حالی که در فرانسه 6 برابر ایران بنزین مصرف می‌شده. اما در سال 1185 یعنی همزمان با این تحقیق، مصرف بنزین در ایران 10 برابر ترکیه و 2 برابر فرانسه شده. نکته جالب اینه که تعداد خودروها در فرانسه 6 برابر ایران شده. اما با توجه به نرخ رشد جمعیت جوان در این تحقیق تاکید شده و پیش بینی شده در واقع که تعداد خودروها در سال 1185 در زمان این تحقیق 7.5 میلیون دستگاه بوده، در سال در واقع 1405 میرسه به 25 میلیون دستگاه. اگر این روند رشد در نظر بگیریم، حالا شما حساب کنید بنزین رو، در حالی که تولید بنزین کشور در سال 1375 28 میلیون لیتر بوده، در سال 1183 که البته این رقم درست نیست، اشتباه تایپ شده، 39.5 میلیون لیتر در روز رسیده. اما مصرف بنزین رقمی بین 60 تا 70 میلیون لیتر در روز برآورد میشه. با توجه به این که این آمار به این دلیل متناقضه که مراکز متعددی این آمار رو اعلام کنن، از وزارت نفت، مرکز آمار، ستاد سوق، شهرداری تهران و امین عوامل، این مجموعه حاملان انرژی با محوریت بنزین سالانه برای کشور 30 میلیارد دلار هزینه داره. 30 میلیارد دلار در سال هزینه کشور میشه. در واقع در سالهای آینده پیش بینی میشه که اگر که سرمایه گذاری در روی نفت نشه و ساخت پالایشگاه‌های جدید صورت نگیره، ایران به اندازه‌ای که نفت تولید میکنه نفت مصرف خواهد کرد، از خط صدور نفت خارج خواهد شد. برمیگردیم به این بحث بارزتا در شبکه‌های اجتماعی. آقای سفیری، سوال دیگه‌ای هم براتون مطرح کرده بودیم برای کاربرانمون. پرسیده بودیم که آیا افزایش قیمت بنزین میتونه مشوقی باشه برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی؟ محسن میگه میتونه به شرطی که فرهنگ سازی درست انجام بشه. سینا میگه با گران شدن بنزین هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم بالا میره. اون وقته که ملت با دیدی همه جانبه نگر و برآورد قیاس آسایش و هزینه بین بد و بدتر، همون وسایل نقلیه شخصی خودشون رو ناچارن انتخاب میکنن. حسن میگه با اشاره به وضعیت وسایل نقلیه کنونی در تهران، شرایط خیلی خراب خواهد شد و بیچاره این ملتی که میخوان از این وسایل استفاده کنن. و دیوید هم میگه نه امکاناتش وجود داره و نه فرهنگش. کاربر دیگه هم نوشته هیچ مشوقی نخواهد داشت این یه همچین کاری، ولی عامل فشاریه برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی. بله متشکرم. آقای رضایی از ترکیه از طریق اسکایپ با ما هستن. آقای رضایی شما روی خط هستیم.
بله سلام به شما و همکارای محترمتون و تشکر میکنم از این برنامه ای که در واقع به حذف یارانه ها و در واقع علی خصوص حامل های انرژی اختصاص دادید که خیلی مسئله مهمی هست و من میتونم به جد بگم که بیشترین زیان رو جامعه ایران و ملت ایران و اقتصاد ایران از محل در واقع یارانه ها و در واقع این سوبسیدی که برای حامل های انرژی تخصیص داده شده دیده و خواهد دید. اگر بخوایم منطقی یعنی شما یعنی شما موافق حذف یارانه ها هستین، پرداخت یارانه به سوخت درست بفرم. بله دقیقاً. چرا بفهم. به چه دلیل؟ شما چند دقیقه پیش یه آمار خیلی زیبایی رو ارائه کردید و در واقع بروز ببینید این آمار به حساب رقم خیلی نجومی از درست. مصرف سوخت و در واقع اون انرژی هایی که به حساب توی ایران مصرف شده ارائه داد، باید بپرسیم که این سوخت کجا رفته. ببینید این سوخت غالبا میشه گفت به جد 50% سوخت به حامل‌های انرژی طی سالیان متمادی قاچاق شده و به کشورهای همسایه رفته. ببینید این وقتی که دولت میاد، حالا سوای بحث اینکه کی سر کار هست و ما بخوایم منطقی و علمی به این موضوع برخورد کنیم و اقتصاد و منافع و حساب و کتاب مملکت رو در نظر بگیریم، باید ببینیم که این سوخت کجا رفته و چه کارهایی باید انجام بدیم که در آقای رضایی البته آماری که در مورد قاچاق میگن آمار دقیقی نیست، ما هم اینجا اشاره نکردیم به خاطر اینکه دقیق نبود. نکته مهمتر اینه که در واقع حالا در بخش در ادامه برنامه امیدوارم که اگر با ما بودیم ببینید اشاره میشه اینه که در واقع الگوی مصرف باید تغییر بکنه. خب بله الگوی مصرف ببینید در واقع باید تغییر بکنه، ولی چطوری تغییر میکنه؟ ببینید وقتی که مثلا شما یه خودروی گازوئیل سوز رو مثلا در ترکیه که آمار دادید که من زندگی بله. میکنم، من میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید 110 کیلومتر با یه خودروی گازوئیل سوز مدرن بروز 100 کیلومتر 5 لیتر گازوئیل میسوزونه. ببینید به خاطر چی مردم فرهنگ استفاده از وسایل و نقل وسایل عمومی رو دارن؟ به چه جهت؟ دلیلش این هست که صرفه اقتصادی نداره. من اگر بخوام خودروی شخصیمو به خاطر 100 کیلومتر یا 150 کیلومتر بخوام جابجا کنم، میبینم هزینه سوخت برای من گرونتره، مجبور میشم که با اتوبوس برم. خیلی ها اینجا برای در واقع و البته اینم این نکته هم وجود داره که این در حمل و نقل عمومی وجود داره، یعنی زندگی شما رو مختل نمی کنه. بله دقیقاً. خب به هر حال زیر ساخت‌ها هم فراهم هست، مترو و تراموا و الاخر، اینها همه باعث میشه که در هر حال کشوری، مثلا میگم حالا اگه مثال میزنم جسارت نباشه، فقط میخوام توجیه باشه، مثلا ایران رو با ترکیه مقایسه بکنیم، میبینیم که کشوری که هیچ نفتی نداره درست. چطوری داره به نفع احسن از سوخت بهره برداری میکنه. مایی که اونجا بهترین در واقع منابع نفتی رو داریم، سوختمون حالا به منابع انرژیمون به هدر میده و یکی از دلایل عمدهش هم اینه که ارزون هست. این به نظر من وقتی که قیمت واقعی خودش رو داشته باشه به اقتصاد مملکتمون هم کمک میکنه و به روند مصرف. سپاسگزارم آقای رضایی از اینکه با ما بودین، با توجه به اینکه در ترکیه هم زندگی میکردین اومدین روی خط و نظرتون رو در مورد مقایسه هم کردین بین دو کشور ایران و ترکیه. برمیگردیم به این بحث در شبکه‌های اجتماعی. پوری برامون در اینستاگرام نوشته به نظرم کار درستی نیست، یعنی افزایش قیمت بنزین رو میگه و میگه چون با این کار تورم رو افزایش میده و هزینه های خودش رو هم دولت بالا میبره. الان مردم و مراکز مختلف عادت کردن که بدون هیچ دلیلی سالانه 20-30% روی قیمت ها بیارن. حالا قیمت حامل ها هم که افزایش پیدا بکنه، این میشه افزایش دوباره قیمت ها. و کامنت های مشابه دقیقاً این همین کلمه رو من داشتم که احسان رو براتون از اینستاگرام میخونم، میگه خودکرده را تدبیر نیست، که همشون اشاره کردن به رأی که دادن. اما در مورد اینکه آیا مشوقی هست برای استفاده از وسایل نقلیه، در فیسبوک برنامه روی خط علی نوشته باید به فکر دوچرخه بود، همین قیمت کرایه ها الان برامون سنگین هستش، چه برسه که بخواد دوباره گرونتر بشه. البته میگه برای قشر پولدار جامعه فرقی نخواهد کرد. جواد هم میگه در اوایل کار حتما تأثیر میذاره، یعنی مشوق میشه، ولی بعدم که تورم بره بالا قیمت بنزین عادی میشه بر مردم.
خیلی متشکرم روزیتا. بهزاد از ایران با ما، شما روی خط هستیم. درود بر شما و درود به جای تلویزیون شما و درود به شبکه شما. ببخشید من خواستم بگم که این حامل های انرژی چند بنزین باشه مثل شمشیر دو لب میمونه. یعنی استفاده از اون باعث تولید ثروت و چرخش کارخوره ها میشه و تولید شبختانه یه تولیدی هم داره که باعث عدم بهداشت آلودگی هوا میشه ببیشید در کشوری مثل ما، و عدم تولید اون باعث عدم چرخش کارخونه ها و فرق میشه. یعنی یه چیزی که با هر چی کشور تولید کنه شبختانه قیمت میره بالا، ولی با عدم تولیدش به نفع جامعه نخواهد بود، عدم مصرفش فرق رو به جامعه ما میاره. و ما باید بدونیم که از این انرژی برای حرکت، برای تولید، برای رفاه، برای بهداشت، برای همه چیز، ولی نمیشه از اون استفاده نکرد. و ولی دادن سوبسید به اون بسیار اشتباه، اصلا دادن هر چی سوبسید به هر چیز اشتباهه. شاید در مقطع کوچکی بشه این کارو کرد، در مقطع کوتاهی بشه این کارو کرد، یک قشر این داد، ولی در طولانی مدت شوربختانه به همه جایزه و حتی به خود مصرف کننده زیان خالصه. باید بازار تعیین کننده اون باشه تا بتونه به صورت یک چیز آرام به همه قشرها به اونجور که مصرف میکنن برسه. ولی بهترین راه برای اینکه بنزین رو خوب بگه باید تهیه کرد که اون چیزایی که اون وسایلی که بنزین مصرف میکنن به صورت بهینه بیاد. در ایران که خب بیشتر چیزی که بنزین مصرف میکنه ماشین ها هستن. به نظر شما افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف اون میشه با توجه به اینکه شما موافق نمیشه؟ اصلا، چون هر گونه عدم استفاده از اون باشه عدم تولید پول میشه، عدم تولید ثروت میشه، عدم تولید کارخونه زهات میشه. ببین که یعنی عدم، یعنی چیزی که ما هرچی اونو بخوام مصرف کنیم، من اینکه اصلا بهینش کنیم، یعنی که بخوام همینجوری مصرف رو کم بکنیم یا اینکه مدیریت رو قوی کنیم. ولی بخوام به سر مصرف کم کنیم، خود تولید پول از بین میره، تولید اقتصاد از بین میره، تولید صنایع از بین میره. سپاسگزارم بهزاد از اینکه با ما بودی. بله، اینم یکی دیدگاه در مورد اینکه اصولا تولید انرژی ایجاد اشتغال میکنه و به تعبیر ایشون تولید ثروت. اما رقم 30 میلیارد رو فراموش نکنید. برمیگردیم به این بحث در شبکه‌های اجتماعی. داوود نوشته گران شدن بنزین روی قشر پولدار این مملکت تاثیر نمیذاره. اونا از خودشون هستش که خیابون‌ها خلوت بشه و در عوض این قشر آدم‌ها که سرمایه‌دار هم هستن نرخ اجناسشون رو گران می‌کنن که از دو طرف سود می‌کنن. فرهاد میگه تورم در ایران از طریق حاکمیت سازماندهی میشه تا با گرون کردن اجناس. مردم هرچه کمتر مصرف بکنن تا دلارهای نفتی کمتر صرف واردات مایحتاج بشه. و میگه نورو میگه بله این مسئله تورمزاست، ولی هدف مهار تورم نیست، هدف پایین آوردن قدرت خرید طبقه متوسط جهت کم کردن مصرف کنترل منابع هستش. جواد میگه قیمت بنزین باید جهانی بشه. کاربر دیگه‌ای هم به نام علی نوشته سابقا قرار بود یارانه ای که صرف هزینه های حامل های انرژی میشه رو بدن به خود مردم تا صرفه جویی کنن، اما حالا با قطع شدن یارانه ها و افزایش بهای سوخت این سوال پیش میاد که این بودجه توی جیب چه کسی داره میره. و اجازه بدین یک کاربر دیگرم براتون بخونم به نام رحمتی، میگه که یکی از علل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ارزانی قیمت گاز و بنزینه، ولی مهمترین عامل آلودگی در ایران آزادی مسافرکش‌های غیرقانونیه که امیدوار هستش این افزایش قیمت بنزین باعث بشه یه مقدار اینها مهار بشن. اینم نظر این کاربر بود. بله متشکرم. به روزیتا مبین از مشهد با ماست، شما روی خط هستیم، بفرمایید. سلام جناب، شب شما بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید. شب شما همه بینندگان عزیز زبان تو هر ایران هستن و هر جای دنیا هستن بخیر. من بحث خوبی امشب، خودم یکی از منتظرین این بحث هستم. شما اطلاع دارید ما توی ایران علاوه بر اینکه بالاترین نرخ مصرف انرژی رو بر اساس آمار تورم داریم، ما متاسفانه همیشه رکورد مصرف بدترین چیزایی من تو ایران با اندازه کشور چینه که 1 میلیارد اندی نیست. مبین من فکر میکنم که ببخشید چون صدای شما رسان نیست، همکارانم تلاش میکنن که مجددا شما تماس بگیرن بیاین روی خط. برمیگردیم بروزیتا در فرصت باقی مانده تا نیمه اول در شبکه‌های اجتماعی.
سعید برامون نوشته این کار تورمزا هستش، افزایش قیمت بنزین. دولت که جرأت نداره قانونی که هر که بامش بیش برفش بیشتر رو در مورد درآمدها و مالیاتها به کار بگیره و به همین دلیل فشار برای تامین بودجه رو به حقوق بگیرها خواهد آورد. البته قیمت ارزون گاز و بنزین به نظر سعید همین مسئله‌ای که اشاره کرده، میگه هم ترافیک خیابون‌ها رو زیاد می‌کنه و هم آلودگی رو بالا می‌بره. من البته نظرات خیلی زیادی دارم، ولی چون رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه، اجازه بدین یک تنفس میگیریم، برمیگردیم، با ما همراه باشین. برنامه روی خط از صدای آمریکا با شما همراهیم. پیامگیر برنامه رو که یادتون نرفته، 202-205-9942 داخلی 92، منتظر پیام هاتون هستیم. اما اجازه بدین یک نگاهی بکنیم به روزنامه های ایران. جام جم آنلاین به نقل از روزنامه آرمان نوشته بنزین سهمیه‌ای 800 و بنزین آزاد 1200. و در این سرمقاله نوشته بنزین در نزد مردم به یک شاخص تبدیل شده و از این رو آثار روانی تورمی بسیار بالایی داره. آرمان در گفتگویی هم با تعدادی از نمایندگان مجلس نظر اونها رو درباره افزایش بنزین جویا شده که تعدادی از اینها رو و بخشی از صحبت‌های این نمایندگان رو براتون آماده کردم. اولین نظر از نادر فریدونی نماینده فیروزآباد که گفته با اینکه از صحت خبر اطلاعی ندارم، به آرمان گفته طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت این اجازه رو داره که در سال 93 قیمت حامل های انرژی رو از جمله بنزین افزایش بده و در ادامه اشاره کرده که من فکر می کنم بین 30-50% قیمت بنزین افزایش داشته باشه. آقای فریدونی اشاره کرده که دولت باید با یک شیب ملایم افزایش قیمت را داشته باشه تا به مردم فشار وارد نشه و نتیجتاً شاهد کاهش مصرف سوخت خواهیم شد که قطعاً بی تأثیر هم نیست و میگه از طرفی هم در رشد اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. این صحبت‌های آقای فریدونی بود. اما حسین نجات نماینده مردم تهران هستش و اشاره کرده به اینکه افزایش قیمت بنزین بستگی کامل به نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها داره و به آرمان گفته ما باید تکلیف مسئله حامل‌های انرژی رو روشن کنیم و این کاملاً به دولت ارتباط پیدا می‌کنه. آقای نجات گفته به صورت کلی با تک نرخی شدن بنزین موافقه و اساساً با چند نرخی شدن که منشأ بعضی از فسادهاست مخالفت داره. نماینده بعدیمون موسوی احمدی هستش. موسا احمدی هست، نماینده کنگان، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم هست. ایشون گفتن قطعا گرون شدن در کاهش مصرف اثرگذاره و گفته همونطور که در فاز اول هم اثر قابل ملاحظه ای داشته میتونه مؤثر باشه و گفته بخشی از بنزین در حمل و نقل اثرگذاره و حمل و نقل هم عمومیه و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با زندگی مردم داره و قطعا اثر تورمی خودش رو خواهد گذاشت و این بستگی به میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی داره. نماینده بعدی نماینده از گلپایگان آقای حسین میر محمدی. ایشون گفتن این افزایش قیمت‌ها حتما در میزان صرفه‌جویی تاثیرگذار هستش و در این بین برای بخش حمل و نقل عمومی قطعا برنامه‌ریزی‌هایی شده و کمک‌هایی هم خواهد شد. اما تو این بخش قبل از اینکه بریم با آقای سفیری و با تلفن‌ها همراه بشیم، دو کاریکاتور هم براتون انتخاب کردم. اولین کاریکاتور متعلق به پایگاه خبری بشار نیوز که در یه بخش یادداشت‌های خواننده‌ها رو به چاپ می‌رسونه و مقاله‌ای رو هم به چاپ رسونده با عنوان آیا تنها راه افزایش قیمت بنزینه. این کاریکاتور از سعید هستش. اما کاریکاتور بعدیمون با عنوان صرفه‌جویی در بنزین از جام جم آنلاین و کاری از بهروز فیروزی هستش. آقای سفیری. بله متشکرم روزی سر. برمیگردیم به تلفن‌های شما. مبین فکر می‌کنم که تماسش با ما برقرار شده. مبین شما روی خط هستین. بله جناب سفیری، شبتون بخیر. بفرمایید. شب بخیر.
زنده باشید. جناب سفیری، من عرض کردم شب شما همه بیننده های فارسی زبان هر جای ایران و دنیا هستن بخیر باشه. متاسفانه یکی از دلایلی که تو ایران بیشتر مسئولین و دولت مردان توجه ندارن، صدا من داره جناب سفیری؟ بله بله. توجه این آمارهای غلطی که به مردم میدن. یکی از حرفای شیرین و ماندگاری که جناب آقای کروبی زدن و شاید بر اساس منطق نباشه، ولی واقعا چیزی است که مردم صبح تا غروب باوری کرده دارن، این تورم و گرونی است که تو مناظره ها اینجا گفتن که تورم این چیزی نیست که شما میرید تو آمار اعلام میکنید، اون قیمتی است که پدر و مادر رو میرن تو خیابون، همسر رو میرن تو خیابون. مبین من عذرخواهی میکنم از اینکه باز هم صدای شما خوب نیست و قابل پخش نیست، امیدوارم که اگر که امکان پذیر باشه باز برگردیم به روی خط. علی از ترکیه از طریق اسکایپ با ماست. علی بفهمید. سلام جناب سفیری. بفهمید. با درود به شما و تمامی همکارتون. جناب سفیری، میخوام اول صحبتم رو شروع کنم از این که خیلی خوشحالم از اینکه دوستان ما، هموطنان ما، مثلا آقای رضایی از ترکیه بسیار علمی صحبت کردن، چون منم اینو لمس کردم در ترکیه که چطور میشه مصرف بنزین رو مهار کرد. واقعا باعث قابل توجه اون دوستانی که فکر میکنن این غربیایی که رفتن خارج از کشور حس وطنی ندارن و سواد ندارن، اشکال ندارن. ولی برگردیم به این موضوع، من یه آماری رو میخواستم حداقل شما بدید. بفهم. قیمت این بنزینا رو بود اوایلی که به اصطلاح این قیام یا انقلاب شده چقدر بوده؟ من فکر میکنم 1 تومن یا 15 هزار بوده و الان چقدر شده؟ و این نماینده‌ای که میان صحبت میکنن بیان یه تخصصی صحبت کنن. آقای علی اجازه بدین، اجازه بفرمایید علی، ما اگر که بخوایم به بحث، به این بحث بپردازیم، به بحث گرانی مقایسه اون با پیش و پس از انقلاب بپردازیم، موضوع یک برنامه دیگه میتونه باشه. شما فراموش نکنین که در زمان وقوع انقلاب قیمت جهانی نفت چقدر بود و الان چقدره، یعنی در واقع ما یک افزایش درآمد و یک موج گرانی در جهان هم داشتیم. اما الان سوال فعلی این هست که اصولا افزایش قیمت بنزین در چارچوب هدفمند کردن یارانها به کاهش مصرف منجر خواهد شد و یا اینکه این اقدام یک اقدام تورمزاست و دولت نمیتونه آثارش رو تحمل بکنه. بفرمایید جناب سفیری. ببینید این دوستان ما، دولت مردان ما، همیشه برای اینکه چیزی رو بخوان قیمتش رو مهارش کنن میان قیمت رو یا چیز گرام که مثلا ببینید اینا برای اینکه بتونن تصادف رو گرام چیز کنن، کنترل کنن، اومدن جریمه رو زیاد کردن. آیا آماری که خودشون دادن تصادف پایین اومده؟ ببینید اینا برای اینکه بنزین رو بیان، مصرف بنزین رو به جای اینکه بیان بهینه سازی کنن و وسایلی که بنزین مصرف میکنه رو بیارن پایین، مثل کروکه این کاری کرده، اینا میان قیمت رو میبرن بالا. ببینید شغل کاذب، اون دوستی که میگفت دارن با ماشین کار میکنن، شغل کاذب یکیش الان تنها شغلی که میتونن باش کار کنن که کار کنن برای دولت، همیشه باید پول بنزین و پول لوازم بنزین رو بدن، مسافرکشیه. ببینید اکثر مردم دارن مسافرکشی میکنن، حتی اونایی که شاغلن. ببینید این چیزها رو باید بیان بسترسازی کنن. با بردن بالای قیمت بنزین عملا به جایی نمیرسه، خودشون هم میدونن. ببینید آقای احمدنژاد اومده بود تو سری قبلی گفت آقا کسی که ماشین داره، 3 تا ماشین داره، 2 تا ماشین داره، چرا باید بنزین بدنه لیتی فلان قدر، ولی اون که نداره بهش تحمیل میشه. اما الان دیگه نمیانم چی کاری کنن، دیگه اصلا توضیح نمیدن، خود به خود قیمت میدارن بالا. من فکر نمیکنم جناب سفیری که با بردن بالا بردن قیمت بنزین به صورت طول مصرف بنزین کاهش پیدا نمیکنه. خیلی متشکرم علی از اینکه با ما بودی و دیدگاهت رو به اشتراک گذاشتی. برمیگردیم به شبکه‌های اجتماعی بروزیتا. در پاسخ به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و اینکه افزایش بنزین آیا میتونه مشوق باشه، خادم میگه وسایل استفاده از وسایل نقلیه عمومی خوبه، برای سلامتی و بشر و محیط زیست هم مفیده، اما به شرط اینکه باید دولت بستر و زیرساخت کافی برای استفاده از حمل و نقل عمومی رو فراهم بکنه. و کاربر دیگه‌ای به نام میلاد نوشته مترو همینطوریش الان ظرفیت نداره، اتوبوس‌ها بازم یه مقدار بهتر
بالاترن، اما اگه ظرفیت داشته باشه چرا که نه، استفاده از وسایل نقلیه عمومی خیلی برامون بهتر هستش. نینا هم میگه خیر، هم نقل عمومی توی تهران که پایتخت خیلی مشکلات و کمبودها داره. حالا شما شهرهای دیگه و شهرستانهای دیگه رو حساب کنین که این کارها فقط باعث خشمشون میشه و باعث مشکلات دیگه برای خود مردم. بله ممنون. علی از ابوظبی با ماست، بفرمایید، شما روی خط هستید. سلام، قطع شد. بله، مشتبه از تهران با ماست، بفرمایید. الو، ایسافیری. بفرمایید، مشتبه از تهران. من پیش از هر چیز تشکر میکنم. خواهش میکنم. فرصتی که در اختیار من قرار دادید، من میتونم نظراتم رو روی آنتن مطرح بکنم. البته من قبلا از طریق فیسبوک هم مشارکت کردم در برنامه شما و نظرات هم معمولا خونده میشد. حالا قبلا سرکار خانم ملکی بودن، زحمتشون میکشیدن که نمیدونم مدتی ایشون نمیبینیم، ظاهرا خداحافظی داده شدن با شبکه. علی من میتونم خواهش کنم مشتاق از شما در مورد موضوع برنامه صحبت بکنیم؟ اوکی، حتما. ببینید، مصرف شدید انرژی در ایران، مصرف افزار گسیخته انرژی در ایران واقعا تأسف برانگیزه. من فکر میکنم که ما از نرم‌های جهانی خیلی بالاتر داریم مصرف میکنیم. درست. اگر نگاه بکنیم به شرق، یعنی در چین و به غرب در اروپا، میبینیم که ما حقیقتا داریم زیاده روی میکنیم و اسراف میکنیم. چرا؟ من بیشتر برمیگرده به سیاست‌هایی که قبلاً، یعنی سیاست‌های قبلی دولت که سوبسید فراوانی داده می‌شد روی انرژی و مردم عادت کردن. خدای من عذرخواهی می‌کنم، این موجودی که پشت گردن خانم ایران دوسته، این خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از اینکه با ما بودین. برمیگردیم به این بحث، بحث گرانی بنزین با در شبکه‌های اجتماعی. سعید برامون در چت نوشته مردم کشور ما به ارزون مصرف کردن عادت کردن، همه چی تو کشور ما با سوبسید عرضه میشه و این عوارض خیلی بدی در بلند مدت داره، از گاز و نفت و بنزین و برق و نون و خلاصه همه چی. سعید اشاره کرده که تورم در این زمان اجتناب ناپذیره، ولی برای رفاه نسل بعدی و اقتصاد پایدار کشور باید تحمل کرد، به شرطی که مدیریت قوی وجود داشته باشه که من فعلا این رو نمیبینم. این نظر سعید هست و میگه در ضمن اگر اهرم‌های کلان اقتصادی دست دولت باشه و مدیریت دولت به عنوان سیاستگذاری اعمال بشه، دلیلی برای تورم ناگهانی و شوک‌آور وجود نداره، چون بالاخره همه حامل‌های انرژی 1% از قیمت تمام شده کالاها رو تشکیل میدن، ولی تو کشور ما این جوریه که اگر مثلا بنزین 20% گرون بشه، همه کالاها 20% افزایش پیدا میکنن، در حالی که حمل بار و کرایه اون 1% از قیمت تمام شده کالاست. و میگه در یک کلام با مدیریت صحیح میشه قیمت ها رو واقعی کرد و بازار رو هم مدیریت و کنترل کرد. بله ممنونم. بله، یکی از بحثایی که در بحث افزایش قیمت عاملان انرژی مطرح میشه، همواره هم مطرح بوده، نحوه مدیریت تبعات اونه. آیا زیرساخت‌ها آمادن؟ آیا واقعا قیمتی که افزایش پیدا میکنه به همون اندازه موج به همراه خودش داره، موجی از گرانی انواع کالاها و خدماتی که با حاملان انرژی گره خورده یا نه؟ زهیر از تهران با ماست، شما روی خط هستین از طریق اسکای، بفرمایید. سلام آقای سفیری. بفرمایید. خواستم یه چیزی که بگم در مورد مصرف‌گرایی. متأسفانه واقعا مصرف‌گرایی بین مردم ایران خیلی پیشرفت کرده، یعنی واقعا به صورت محیرالعقودی مردم به استفاده های بیش از حد نیاز خودشون روی آوردن. حالا اون چیزایی که اعلام میشه، نمیدونم بنزین که مثلا میگم، فکر کنم یه آماری اعلام میشه. شما میتونید همین بنزین رو مثال بزنی؟ نظرتون در مورد همین بنزین بگین، مثلا چه جوری مصرف گرایی در مورد بنزین، یعنی سفرهای غیر ضروری با خودرو انجام میشه؟ یک حالا سفرهای غیر ضروری هم درون شهری محسوب میشه هم برون شهری. من فکر کنم چند سال قبل بود یه آماری در اومد، حالا شما قطعا بیشتر اطلاع دارید، یه آماری در اومد که مصرف سرانه بنزین تو ایران چند درصد مصرف سرانه مثلا بنزین تو چین بود، مثلا چینی که خب بیش از 1 میلیارد جمعیت داره. فکر کنم شما نقش خودروها رو چجوری میبینید؟ به نظر شما آیا خودروهای ایرانی بنزین بیشتر نسبت به خودروهای مشابهشون در خارج بازی میکنن؟ هر چقدر اینجوری باشه، بالاخره دیگه مثلا میگم تفاوت بین
زمین تو آسمون نمیشه که این همه تفاوت داشته باشه. به نظرم مهمترین عامل هم سفره غیر ضروری داخلی و خارجی. به نظرم بهترین راهکار اینه که صرفه‌جویی بشه واقعا. یعنی میگم به صورت مثال همین خود استفاده به نظر شما افزایش قیمت موجب صرفه‌جویی میشه؟ تجربه نشون داده که تأثیر این که مثلا میگیم 100% نه تأثیر داشته، ولی تأثیری که بتونه خیلی باشه دیده بشه، مثلا میگم یه دفعه از 100% برسه مثلا به 0% اصلا نشده، شاید بشه با 20% 30%. الان مثلا تو مثال میگم تو جرایم رانندگی مگه جریمه چند برابر نشد؟ ولی خب وقت خود مردم مراعات نمی کنن، سرعت بالا. همین چند شب قبل من توی تلویزیون یه چیزی رو دیدم خیلی جالب بود برام، که طرف با سرعت 130-140 کیلومتر تو خیابون شلوغ داشت میرفت، بعد خبرنگار بهش گفت آقا بزنی مردم بکشی، چی گفت؟ من پول دادم که برم با سرعت برم 500 میلیون 600 میلیون پول ماشین دارم. خیلی متشکرم زهیر از این که با ما بودی. بله، مصرف، تعیین تغییر الگوی مصرف یکی از مواردیه که در مورد نه بنزین، در مورد سایر موارد در واقع مصرفی هم همواره بحث میشه. برمیگردیم به این بحث بعد از یک تنفس کوتاه. با ما باشیم با روی خط صدای آمریکا. برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید. اما در مورد بنزین و یا هر پدیده دیگه، یک سری شاخص‌ها مطرح میشه که چجوری میشه این الگوی مصرف رو تغییر داد یا بهینه‌سازیش کرد. در مورد بنزین، نکته‌ای که در مورد حاملان انرژی مصرف در واقع در مورد مصرفشون هست اینه که افزایش قیمت، آیا به نظر شما افزایش قیمت موجب کاهش مصرف میشه؟ افزایش بهای بنزین به لحاظ اقتصادی باعث تاکید کمتر، در واقع تاکید کمتر به استفاده از خودرو میشه. این موارد ثابت شده هست، یعنی در واقع یک سری از سفرهای غیر ضروری حذف میشه. اصلاح الگوی مصرف، در واقع اصلاح الگوی مصرف باعث خواهد شد که ما رو بیاریم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، البته اگر که اونها هم آماده باشن. اما پایین بودن تعداد پارکینگ ها، پایین بودن تعداد پارکینگ ها یکی از مواردیه که الان در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران به شدت به چشم میخوره. وقتی که دنبال جای پارک میگردین، به همون اندازه که دنبال جای پارک میگردین دارین بنزین مصرف میکنین، بنابراین سرانه استفاده از بنزین میره بالا. پیش بینی میشه اگر روند فعلی ترافیک تهران ادامه پیدا کنه، به تعبیر کارشناسا تهران در چند سال آینده به یک پارکینگ عمومی تبدیل خواهد شد. یعنی انقدر سرعت در شهرهای در واقع در خیابانهای تهران کاهش پیدا خواهد کرد، مثل اینکه ماشینتون رو پارک کردین و توش نشستین. روزآمد کردن تکنولوژی تولید خودرو، خودروهای ایرانی یکی از بالاترین رقم‌های سرانه مصرف بنزین رو دارن. در ایران 11.2 هست، در حالی که در کشوری مثل چین و در کشوری مثل فرانسه این عدد 5.2 هست، یعنی 6 لیتر کمتر مصرف میکنن. این هم یکی از اون مواردیه که بهش اشاره میشه. پس در واقع ما با یک چرخه مواجه هستیم که نیاز به مدیریت داره، هم بین شهروند هم بین دولت، و این فاصله باید کمتر بشه. خودداری از سفرهای غیر ضروری تاکید کردم، توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش مترو، اتوبوس‌های درون شهری و برون شهری و گسترش ناوگان ریلی، راه آهن یکی از بهترین وسایلیه که میتونه دولت‌ها سرمایه گذاری کنن توش و بلند مدت ازش استفاده بکنن. برمیگردیم به این بحث در شبکه‌های اجتماعی و ادامه برنامه. یه سری میخوام بزنم به چت برنامه روی خط. آقای سفیری، وحید برامون گفته تا وقتی خودرو توی ایران کالای سرمایه‌ای نه مصرفی، اگه بنزین به لیتری 10,000 تومان هم برسه تأثیری روی مصرف بنزین نداره. اما آقای سفیری اشاره کردن به مسئله پارکینگ. یکی دیگه از کاربران به نام علیرضا برامون در مورد استفاده و مشوق بودن افزایش بنزین برای وسایل حمل و نقل نوشته تراکم جمعیت دیگه اجازه نمیده بیشتر از این در شهری مثل
تهران اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی باشه. البته علت اصلی شلوغی ترافیک و سنگینی تنها به وسایل نقلیه عمومی بر نمیگرده، بلکه ریشه در قوانینی داره که اجازه میده همه ماشین‌های تک‌سرنشین بیان بیرون و با ایجاد ترافیک و حرکت وسایل نقلیه رو کنتر بکنن و اخلال ایجاد بکنن. یک صحبتی کرده که میگه در ژاپن شنیده که پارکینگ، اگر خونه پارکینگ نداشته باشه اجازه نمیدن که ماشین بخره، ولی اینجا در آمریکا وقتی خونه میخواد ساخته بشه یا مجتمعی میخواد ساخته بشه، ابتدا باید پارکینگش ساخته بشه، بعدن اون مجتمع ساخته بشه، چه مجتمعهای تجاری باشه چه مجتمعهای مسکونی، یعنی اول مسئله پارکینگش اهمیت داره. خیلی ممنون روزی تا دانیال از آمریکا با ماست. عذرخواهی میکنم مثل که شما خیلی پشت خط موندیم. بفرمایید. خواهش میکنم دور بر شما همچنین بر بیننده. ببینید مسئله گرون کردن نیازهای ضروری مردم من جمله این حاملای انرژی در طول حاکمیت این جمهوری اسلامی بر صورت این داستان ادامه داشته. به غیر از مسائل اقتصادی یه سیه موقعی حتی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث شده که همچین تورمای یا همچین گرونیای به مردم تحمیل بشه و از اون وقت چون حاکمیت اینا سرشکم میکردیم فشار روی مردم، به طور مثال 3 سال پیش یا 2 سال پیش در اثر به اصطلاح سیاست های توسعه طلبانه اتمیشون یا توی به اصطلاح به نظر شما در واقع یک سوء مدیریت سیاسیه؟ خب ببینید دلار موقعی که از 1000 تومان شد یه دفعه 3000 تومان، این چیز دلیل اقتصادی نداشت، دلیلشون اون سیاست‌های خارجی اتمیشون بود که یه دفعه این فشار روی مردم منتقل شد و خب در اینجا این هم میتونه فشار اقتصادی رو ایجاد کنه، هم میتونه تورم ایجاد کنه و کل به اصطلاح این فشار رو از اون ور رژیم یا به فرض راجب یارانه‌هایی که به قول خودشون می‌خواستن به مردم بدن 40,000 تومان به مردم میدن، از اون ور سعی می‌کنن 200,000 تومان از جیب مردم بیارن بیرون و نوع درآمد مردم با این اقتصاد منحصر به فرد و خاکستری جمهوری اسلامی در طول این سالاشون با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. خیلی متشکرم دانیال از اینکه با ما بودی. بله بحث سوء مدیریت، بحث مدیریت بهینه یا مدیریت روزآمد هم یکی از مسائلی که همواره در مسائل اقتصادی در مورد طرح‌های اقتصادی حتی کوتاه مدت هم مطرح میشه. فریدون هم از انگلستان با ما، از شما روی خط هستیم. سلام عرض می‌کنم. به نظر من اگر قیمت بنزین رو ببرم بالا اثر معکوس داره در ایران. اولا قیمت ماشینا در ایران 3 برابر ماشینا در کشور خارجیه، پس بنابراین از نظر مقدار پولی که آدم میده برای هزینه حمل و نقل تقریبا بین خارج و ایران تقریبا یه اندازه است. یعنی اینطوری ها نیست که مقدار، چون بنزین در ایران ارزونه هزینه رفت و آمد از کشورهای دیگه کمتره. من وقتی در ایران هستم کمتر بنزین مصرف میکنم در خارج تا خارج. چرا؟ برای خاطر اینکه سعی میکنم سوار اتوبوس بشم یا سوار تاکسی بشم از این حرفا، ولی اتوبوس های ایران اصلا قابل سوار شدن نیست. من که اینقدر به آدم فشار میدن مثل کنسرو آدم تو اتوبوس های ایرانی باید سوار بشه تا بتونه استفادهش بکنه. به نظر شما اگر حمل و نقل عمومی یعنی ناوگان و شبکه حمل و نقل عمومی گسترش پیدا بکنه، فرهنگ استفاده از ماشین‌های شخصی هم کمتر میشه؟ البته خواهد شد. همینطور که در انگلستان وقتی اتوبوساشو تو لندن بهتر کردن خیلی مردم بیشتر شروع کردن استفاده کردن از اتوبوس. ولی یه چیزی که شما مقایسه میکنین تو ایران و با کشورهای دیگه مقایسه میکنین، ایران هیچ چیزش قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست. اصلا چیز پارکینگ تو خیابون جمهوری رو ارزش مسجد درست کردن. خیلی بله فریدون خیلی متشکرم. ما به سرانه هم اشاره کردم از اینکه با ما بودین روی خط سپاسگزارم. ما تلفن‌های زیادی داریم، امیدوارم که پاسخگو باشیم. من از روزیتا وقت میگیرم که چند تا تلفن بگیرم. رضا هم از همدان با ماست. بفرمایید. الو بفرمایید. صدا بنده داره سفیری؟ بله. شب شما همه بیننده ها بخیر. بفرمایید.
ببخشید آقای سفیری، من معتقدم که در همه حاملهای انرژی باید دولت بیاد یه فکر اساسی بکنه، فقط بحث بنزین نیست. الان برق و آب، گاز، خیلی از حاملهای دیگه متاسفانه دچار نوسانات میشه توی ایران. الان مصرفی که سرانه مصرف مردم ایران خیلی مصرف بالاییه، متاسفانه با شاید با کل اروپا تو بعضی از حاملهای انرژی مون کشور ایران برابری کنه و این فاجعه است متاسفانه. اینکه ما بیاییم فرهنگ سازی کنیم، به خصوص رسانه وظیفه فرهنگ سازی داره، علی خصوص شبکه مثل شبکه شما که بیننده زیاد داره و شاید تأثیر گذار هست به اینکه خدمت داره این شبکه. خب خیلی به قول معروف بیننده مخاطب بر شما هستن. شما به فرهنگ سازی اشاره کردین، یعنی فکر میکنین که اگر که اطلاع رسانی بشه و فرهنگ سازی بشه مصرف بنزین میاد پایین؟ بدون شک. اصلا اولا باید حمله فرهنگ جا بیفته که مردم عادت کنن تو ایامی که تعطیل نیست با وسایل حمل و نقل. درسته وسایل حمل و نقل عمومی تو ایران یه خود رفت آمد مشکله و واقعا سخته، ولی کافیه مردم هماهنگ باشن، یک صدا و یه دست باشن. یه ماه شما فکر کنید یه ماه کسی از ایران خودرو نره خودرو بخره، اتفاقی نمیفته، ولی مجبورن خودروسازا یه خودروهای خوبی بیارن که مصرفش پایین باشه. و رضا من خیلی متشکرم از اینکه شما روی خط اومدیم، عذرخواهی میکنم که زمان کمی داریم، امیدوارم که در شبهای بعدم با ما باشیم. برمیگردیم به روزیتا در شبکه‌های اجتماعی. امیرسان برامون نوشت که طبیعتاً در شرایط رکود تورمی موجود، آثار و تبعات افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی میتونه تخریب به مراتب بیشتری نسبت به دوره اول داشته باشه و میگه تبعات اجتماعی این اقدام وحشتناکه و منجر به افزایش رشد جرم و جنایت میشه. افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش شدید قیمت‌ها رو به نظر امیرسان خواهد داشت. و مجید هم میگه همونطور که بنزین 100 تومان به 400 تومان و بعدش به 700 تومن رسید، دور نیست از چشم ما که به 1000 تومن هم برسه، ولی صدایی از کسی در نمیاد. دینو میگه پول بیت المال دزدیده میشه و برای جبرانش فشار به مردم وارد میشه. بله متشکرم روزی. تا امید هم در دقایق پایانی تاکید میکنم، امید هم از طریق اسکایپ از تهران با ماست. بفرمایید. سلام عرض میکنم. من خیلی خلاصه عرض کنم، اون وقتی که بنزین ارزون بود در کشور ما، در کشورهای همسایه بنزین گرون بود، خب قاچاق میشد و راه غیرقانونی بنزین خارج میشد. وقتی که این بنزین گرون شد در حد الان، دیگه این در قاچاق به روی این قاچاقچی ها بسته شد. اما اگه گرونتر بشه، شاید اون بنزینایی که از کشور خارج شده دوباره برگرده و هم قاچاقچی های سر سامونی بگیرن. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم امید از اینکه با ما بودی با دیدگاه خودت. علی از آمریکا با ماست، تاکید میکنم فرصت خیلی کمی داریم. علی این مصرف کننده ها را باید پنج قسمت بکنیم. یکی اون مرفه، افراد مرفه که هر چقدر جیران بشه اونو میخرن. یکی دولتیه، اونا مصرف کننده عمده هستن. یکی اون قاچاقچی ها که از مرز بنزین خارج کنن. بقیهش هم که 80% جمعیت هستن، یه شاید 10% مصرف کنن. اونا هم باید در این فقر و بدبختی بمانن. خیلی متشکرم علی، ما فرصت خیلی کمی داریم. بله به هر صورت بحث بنزین، بحث اقتصاد، یکی از نکات کلیدی اقتصاده و تاثیر زیادی در زندگی داره، بنابراین بحث ها به حاشیه هم کشیده میشه. برمیگردیم به شبکه‌های اجتماعی با روزیتا. رها میگه در ایران وقتی بنزین گرون بشه همه چیز گرون میشه، حتی نان، یعنی در همه لحظه ها و همه چیز زندگیمون تاثیر میذاره. شهروز میگه اگر بنزین گرون بشه من خودم به شخصه به نشانه اعتراض ماشینم رو میفروشم و دیگه ماشین نمیخرم. کوثر از دیگر کاربران فیسبوکی نوشته اکثر ایرانی ها و اون قشر زحمتکش و کارگر که با حقوق ماهی 500,000 تومان زندگی میکنن، خیلی وقته که دیگه تحت این فشارها واقعا دارن از بین میرن. میگه من
خودم جزء این قشر هستم و خدا به دادمون برسه. سارا میگه شما فکر میکنین چه تأثیری نمیذاره، و مشتبه هم نوشته فقط تورم تورم و تورم. شهاب هم معتقده بالا رفتن قیمت بنزین یعنی افزایش فقر. میلاد هم نوشته بالا رفتن قیمت بنزین روی همه چیز تأثیر میزنه، و این هم اون هم در کشور ما از کرایه تاکسی گرفته تا قیمت سبزی خوردن و خورد و خوراک. سعید نوشته لازم دولت امکان مراجعه غیر حضوری به ادارات رو فراهم بکنه که لزوم سفرهای درون شهری کم بشه. علاوه بر این در استفاده از تاکسی و اتوبوس هم بیشتر دقت میکنیم و سفرهای بیخود پرهیز میکنیم، و هرچه قیمت بالاتر بره در اون زمان هستش که مصرف اون هم دقت میکنیم. بله ممنون روزیتا. برمیگردیم به موضوع برنامه فردا شب. برنامه فردا شب هم بگم به مناسبت 25مین سال شبکه جهانی وب www فردا برنامه روی خط به این موضوع اختصاص داره. بیاین حتما توی فیسبوک نظراتتون رو بذاریم، پیامگیر هم یادتون نره، حتما اینستاگرام، توییتر و تلفن هم که دیگه راحت ترین راهه براتون، حتما تماس بگیریم. بله با در 25مین سالگرد www فردا شب با ما باشین. شب بر همه شما خوش تا فردا شب. روز شبتون خوش.